سرخط خبرها. در میان اوج انتقادها از ارائه خدمات مخابراتی در کشور، سرپرست وزارت مخابرات و فناوری معلوماتی بر بالا بردن کیفیت خدمات مخابراتی و کاهش هزینه آن تاکید دارد. روی یک راه حل معقول کار میکنیم و ان شاء الله به مردم افغانستان پیشکش میکنیم و کوشش میکنیم این خدمات بهتر شود. افزایش به پیشینه جرمهای جنایی در کابل، تفنگداران ناشناس 7 عضو یک خانواده را تیرباران کردند. سر طفل رحم نکردن، سر طفل شیر خور. واکنش رئیس اجرایی به اتهام‌های فساد و فحشا در کاخ ریاست جمهوری. همچو مسائلی هم میتونه وجود داشته باشه. آقای عبدالله بر برگزاری به موقع انتخابات ریاست جمهوری تاکید دارد. بیننده خبر از یک هستید. مشروع خبرها. وزارت مخابرات و فناوری معلوماتی بر بالا بردن کیفیت خدمات مخابراتی و کاهش هزینه آن تاکید دارد. محمد فهیم هاشمی سرپرست تازه این وزارت تاکید میکند که در دوره مسئولیتش در راستای امنیت سایبری و حکومتداری الکترونیکی نیز تمرکز خواهد کرد تا از فناوری در راستای کاهش فساد و بهبود اقتصاد شهروندان کشور استفاده شود. با این حال سرپرست وزارت مالیه بر نقش بخش خصوصی در بهبود مخابرات و فناوری معلوماتی تاکید دارد. مسئولان اتاق تجارت و صنایع هم وعده می دهند که با سکتور مخابرات بیشتر از پیش همکاری کنند. همزمان عبدالتواب بالاکرزی سرپرست تازه وزارت تحصیلات عالی نیز امروز به کارمندان این وزارت معرفی شد. سرپرست تازه وزارت مخابرات و فناوری معلوماتی امروز به گونه رسمی به کارمندان این وزارت معرفی شد. محمد فهیم هاشمی اینجا در مراسم معارفه اش با کارمندان وزارت از برنامه ها و وعده هایش برای شهروندان کشور میگوید. تاکید میکند که در دوره مسئولیتش برای بالا رفتن کیفیت خدمات مخابراتی و انترنتی و همچنین پایین آوردن هزینه آن تلاش کند. کیفیت اینترنت، قیمت اینترنت و همچنان کیفیت و قیمت استفاده از تلفن های موبایل، این موضوع موضوعی است که وزارت ارزیابی داره. بدون شک ما در این سکتور نمستم، ولی تعهد را که ما میکنم است که بعد از شنیدن شکایت مردم، ارزیابی ریشه و ریشه‌یابی مشکلات و همچنان شنیدن شرکت های مخابراتی، شرکت هایی که در قسمت سرمایه‌گذاری کردن، روی یک راه حل معقول کار میکنیم و ان شاءالله به مردم افغانستان پیشکش میکنیم و کوشش میکنیم این خدمات بهتر شوند. با گفته آقای هاشمی در صورت کار اساسی روی زیربناهای مخابراتی افغانستان میتواند به گذرگاه منطقه اینترنت بدل شود. او در این مراسم همچنین وعده میدهد که در دوران مسئولیتش در بخش امنیت سایبری و حکومتداری الکترونیک نیز کارهای اساسی انجام دهد تا از فناوری در راستای کاهش فساد و بهبود اقتصاد مردم استفاده شود. در قسمت حمایت از سکتور خصوصی به منظور سرمایه‌گذاری هرچی بیشتر و ایجاد یک فضای سالم کار صورت خواهد گرفت. در قسمت مسئولیت معلوماتی یا مسئولیت اینترنتی که سایبر سیکیوریتی برش میگن، دو قسمت کار صورت خواهد گرفت. در قسمت زیربناها که کار دراز مدت تر است ان شاء الله کار صورت خواهد گرفت. با این حال سرپرست وزارت مالیه بر نقش بخش خصوصی در بهبود مخابرات و فناوری معلوماتی تاکید دارد. نقش سکتور مخابرات و تکنولوژی معلوماتی امروز در جهان بسیار کشف کرده و هر کشوری که تانسته در این نقش رول مهم بسازه تانسته که به موفقیت های بسیار زیاده موفق شود. مسئولان اتاق تجارت و صنایع هم وعده می دهند که با سکتور مخابراتی بیشتر از پیش همکاری کنند. هر نیمگردی و مشکلات چه زمان پا وجود که موجود دی هغه رفشی سکتور خصوصی خپل مسئولیتونو تا متوجه شی او خ مدیریت وشی په دا مدیریت که من کولی شو چې په مخلاق شو بدون د مخابراتو نه بدون د ټکنالوژي نه ټول دوستانو ته دا معلومه ده چې وس هیڅ ژوند نکیږي. در ماه های پسین شمار از کاربران شبکه های اجتماعی با راه اندازی کارزار اعتراضی خواهان بالا رفتن کیفیت خدمات اینترنتی و نظارت شفاف از کارکرد شبکه‌های مخابراتی شدند. سرپرست تازه وزارت مخابرات اما تاکید می‌کند که گفتمان به وجود آمده میان این وزارت و شهروندان کشور را ادامه می‌دهد و از سوی با عاملان فساد نیز به گونه جدی برخورد خواهد کرد. تا جایی که مربوط این وزارت میشه و دهیته صلاحیت ماست، ما اجازه نخواهیم داد تا یک افغانی
یک مشتری و یک افغان ضایع شد و بجا ضایع شد. در این وقت بدون شک ما با شرکت های مخابراتی هم وارد گفتمان خواهیم شد. همزمان عبدالتواب بالا کرزی، سرپرست تازه وزارت تحصیلات عالی، نیز امروز به گونه رسمی به کارمندان این وزارت معرفی شد. تفنگداران ناشناس 7 عضو یک خانواده را شب گذشته در کارته سخی کابل تیرباران کردند. در میان کشته شدگان 3 بانون، 2 مرد و 2 کودک شاملند و 2 عضو دیگر این خانواده زخمی اند. پلیس کابل میگوید که بررسی ها در مورد این رویداد آغاز شده و تلاش ها برای گرفتاری عاملان آن جریان دارد. به گفته پلیس کابل، بر اساس تحقیقات ابتدایی، علت و انگیزه این کشتار خصومت های شخصی است، اما نزدیکان این خانواده میگویند که این خانواده دشمنی قبلی نداشته است. از سوی دیگر در انفجار یک ماین مغناطیسی بر موتر حامل کارمندان وزارت حج و اوقاف 10 تن زخمی شدند. نیمه های شب گذشته مردان ناشناس تفنگدار وارد این خانه می شوند و دست به قتل عام کودکان و زنان می زنند. این دو کودک معصوم نیز در میان جان باختگان این رویداد هستند و به گفته نزدیکان این خانواده کودکان توسط بالشت خفه می شوند. در میان 3 بانویی که کشته شده، یکی حامله بوده و دیگری هم مهمان بوده است. تفنگداران ناشناس که در ابتدا وارد این خانه می شوند و پس از تیرباران کردن 3 بانو و 2 کودک، منتظر مردان خانواده می مانند تا از نماز تراویح از مسجد برگردند. حین برگشت مردان این خانواده از مسجد، تفنگداران ناشناس آنان را در داخل حویلی تیرباران می کنند که در نتیجه رضا نادری با یک پسرش در جا کشته و 2 پسر دیگرش زخمی می شود. رضا نادری در دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان راننده بوده است. وقتی که رسیدیم همه سیاسرا 2 طفل خورد، یعنی 3 سیاسر 2 طفل خورد و شوهر همشیریم و همشیر ازادیم که 25 ساله جوان بود، همشان بروی خانه افتیده بودن، شهید شدن. سر طفل رحم نکردن، سر طفل شیرخو. یا مردم های وحشیست وحشت در این مملکت ما پایان کرده. این حمله چنان مرموز بوده که حتی همسایه ها هم نتوانستند به نجات این خانواده بشتابند. انتقاد نزدیکان این خانواده این است که پلیس پس از فرار تفنگداران به محل رویداد رسیده است و پلیس تنهای بی جان را به بیمارستان انتقال داده اند. دو بجه شب دمی درون اولی ازی همسایش خبر نشده. تو فکر کن دیگه ناله خود سلای چیز بوده که هیچ کس نفهمیده که چه رقم شده. علی ایرج نادری و مجتبی نادری 2 پسر رضا نادری هستند که در این حمله زخم برداشته، اما خانم و 2 کودک علی ایرج برای همیشه او را ترک کردند. پلیس کابل از آغاز بررسی ها در مورد چگونگی این حمله خبر داده می گوید که تلاش ها برای بازداشت عاملان این رویداد آغاز شده است. فرماندهی پلیس کابل اما این رویداد را برخواسته از خصومت های شخصی می داند. این ناشی از خصومت های قبلی بوده، چون قبلا و بالای کدام زمین هم دعوا داشتن، از او گذشته خصومت فامیلی بوده در کل. اما در ارتباط به این که عاملین ازی باید بازداشت شوند، ما سرنخ های روی دست داریم. انشاءالله به زودی اطمینان می تیم به مردم که عاملین ازی بازداشت می شن. همزمان صبح امروز در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی بر موتر حامل کارمندان وزارت حج و اوقاف در کابل 10 نفر زخمی شده است. وضعیت یک تن از زخمیان وخیم گفته شده است. عبدالله میگوید باید به اتهام‌های فساد و فحشا در کاخ ریاست جمهوری رسیدگی شود. رئیس جایی حکومت وجود فساد اخلاقی در ریاست جمهوری را تأسف‌بار خوانده، تاکید میکند که باید به این اتهام‌ها به گونه مستقلانه و بیطرف رسیدگی شود. رئیس جایی همچنین میگوید انتخابات ریاست جمهوری باید در زمان معین آن برگزار شود و به نگرانی‌های نامزدان انتخابات هم پاسخ داده شود. سر و صداها در پیوند به وجود فساد اخلاقی در کاخ ریاست جمهوری به نشست شورای وزیران هم رسیده، نه به عنوان یک بحث حاشیه‌ای، بلکه به عنوان یکی از بحث‌های داغ.
مسائل پولی. رئیس اجرایی حکومت بحث وجود فساد اخلاقی در کاخ ریاست جمهوری در وضعیت کنونی سیاسی و امنیتی کشور را مایه تأسف می‌خواند و تأکید دارد که این اتهام‌ها جایگاه زنان را به شدت صدمه خواهد زد. هرچند قضاوت در مورد این اتهام‌ها را پیش از وقت می‌خواند. جای تأسف است که در شرایطی که مردم افغانستان در چه وضعیتی به سر میبرند، همچو سر و صداهای هم و همچو مسائل هم میتونه وجود داشته باشه. البته ما قضاوت نمی کنیم در مورد ناما گرفته شده در اینجا مسائل بحث شده، اما ما هم بعیس رای حل باید که باز رای حل اینه باشه که اون کسی که پیام رسانده امور جزاب. عبدالعبدالله می خواهد این اتهام ها به گونه مستقل و بی‌طرفانه بررسی شوند. این مسئله باید به صورت مستقلانه رسیدگی صورت بگیره و برخورد سیاسی با این مسئله نشه تا مو اعتماد و اعتبار را که مردم افغانستان روی نظام باید داشته باشند دوباره اعاده شود. رئیس اجرایی حکومت همچنین میگوید باید انتخابات ریاست جمهوری در زمان تعیین شده برگزار شود و به نگرانی های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هم پاسخ داده شود. طرز روش و رفتار و اجراءات حکومت متفاوت باید باشه که هیچ نوع سوالی در مورد استفاده کمپاینی از امکانات حکومتی دولتی ایجاد نشه. اتهام وجود فساد اخلاقی در ارگ از سوی مشاور پیشین امنیتی ریاست جمهوری مطرح شد، اتهامی که ریاست جمهوری آن را رد کرده و از دادستانی کل خواست که از حبیب الله احمدزی بخواهد این اتهامش را ثابت کند. حالا این اتهام واقعیت داشته باشد یا نه، واقعیتی که این اتهام ها در پی داشته است این است که شمار زیادی از مردم نگران آینده زنان در سیاست شدند. قرار است فردا از 100مین سال روز روابط دیپلماتیک افغانستان و روسیه با حضور برخی چهره های سیاسی و گروه طالبان در مسکو بزرگداشت شود. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، حنیف اتمر نامزد انتخابات ریاست جمهوری و در حدود 20 چهره سیاسی دیگر در این مراسم اشتراک می کنند. همزمان شورای عالی صلح تایید می کند که کریم خلیلی رئیس این شورا نیز به مسکو خواهد رفت. وزارت امور خارجه می گوید که سفیر افغانستان در مسکو به نمایندگی از حکومت افغانستان در این مراسم حضور خواهد داشت. مسکو بار دیگر میزبان سیاستگران افغان و گروه طالبان، این بار اما با این تفاوت که آنان زیر عنوان بزرگداشت از 100مین سالروز روابط دیپلماتیک میان افغانستان و روسیه دعوت شده اند. اما هیچ مقام بلندپایه وزارت امور خارجه افغانستان در این مراسم اشتراک نمی کند. وزارت امور خارجه می گوید که سفیر افغانستان در مسکو از افغانستان در این مراسم نمایندگی خواهد کرد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مراسم افتتاح این نشست سخنرانی می کند. اشتراک حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، حنیف اتمر نامزد انتخابات ریاست جمهوری و در حدود 20 سیاستگر دیگر در این مراسم تایید شده است. همزمان محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح نیز در این مراسم اشتراک میکند. روی کرد به نگاه میست که شورای عالی صلح در سطح عالی در این نشست شرکت بکنه و از فرصتهایی به وجود آمده، از فرصتهایی خلق میشه، استفاده بهینه را به نفع تأمین صلح و صلح‌سازی در کشور بنماید. دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز اعلام کرده که هیئت از این گروه به مسکو خواهد رفت. اما یک مقام پیشین این گروه در کابل به دلیل اشغال افغانستان از سوی شوروی سابق مخالف برگزاری این مراسم است. دلته که سړی سلکلن دوستی د مسکو سره وان منزل سی نو خدلته په مابند کې د جهاد وخت راغلی دی، نو هغه د جهاد وخت خو مرتسی په دې شهیدان یو چې مسکو تر اوسنی حالاتو پورې د افغانستان د غمیزی مسؤلیت ټول د مسکو په غاړه باندې دی. شمار از آگاهان به این باور هستند که مسکو با برگزاری این مراسم و دعوت از طرف‌های گوناگون به شمول طالبان در پی یافتن دست بالا در روند صلح افغانستان است. نشست فردای مسکو بهانه 100 سالگی روابط افغانستان و روسیه است. اما از این فرصت استفاده میشه
هیئت افغانی تحت ریاست آقای کرزی با طالبان دید و بازدید دارن و این فرصت را روسیه یک غنیمت میدانه. تا هنوز مشخص نیست که آیا جدا از این مراسم نشست جداگانه میان سیاستگران افغان و طالبان برگزار می شود و یا نه، اما گفته می شود که احتمالاً چنین نشست نیز در حاشیه این مراسم برگزار شود. تا هنوز مسکو دو بار میزبان نشست میان سیاستگران افغان و طالبان بوده است. در آخرین نشست که در ماه فوریه با حضور ده ها سیاستگر افغان و نمایندگان طالبان برگزار شده بود، نمایندگان حکومت افغانستان اشتراک نداشتند و کابل با برگزاری آن مخالفت کرده بود. در مورد نشست مسکو و صدومین سال روز روابط دیپلماتیک افغانستان و روسیه که زیر نام همین روابط نشست برگزار میشه در مسکو، بیشتر بحث خود کردیم. آقای فردین هاشمی استاد دانشگاه کابل هم اینجا در استودیو با من هستن. آقای هاشمی بسیار تشکر که وقت گذاشتین. آیا با این تحلیل موافق هستین که سیاست خارجی ما قربانی منافع شخصی افراد شده؟ ببینید، خود سیاست خارجی وقتی که شکل میگیره متاثر از شکلگیری یک هویت ملی است که او هویت ملی منافع ملی رو تعریف میکنه. حال در جوامعی که شاهد فروپاشی هویت ملی هستند، طبیعتاً شکل دادن به یک سیاست خارجی که بر اساس منافع ملی بنا شده باشه واقعاً کار سختی است و متاسفانه در چنین شرایطی میشه گفت که وقتی هویت ملی ضربه خورده باشه، یک ملت نتونه منافع جمعیش تعریف کنه، ای که ارتباط با دیگران که شکل میگیره، با خارجی ها که شکل میگیره، عمدتاً افراد بر اساس منافع گروهیشان یا فردیشان رفتار میکنن که طبیعتاً چنین رفتاری به منافع ملی ضربه میزنه. حالا نشست مسکو و نگاه شما به نشست مسکو چگونه است؟ حداقل با توجه به نشست گذشتهش که دیدگاه های متفاوتی ازش ارائه شد در جامعه افغانستان و ایده هم بسیار همسو بودن با این نشست، اما برعکس ایده بسیار زیاد مخالف هم بودن. من باورم بر ایست که وقتی راجع به منافع ملی صحبت میکنیم، نیاز به خود از خود گذری است در شرایط بحرانی که ما واقع شدیم و نشست مسکو اگر بیای بتونه منافع ملی ما افاده کنه و در واقع اعاده کنه آن چیزی که ملت افغانستان میخواه، میتونه مثل یک نشست ما سایر نشست ها بیان کننده آنچه باشه که ملت افغانستان میخواد. ولی اگر بیای آینده و تضمین آینده نسل بعدی ما در واقع با خطر مواجه کنه، من فکر نمی کنم چنین نشستی بتونه او چیزی که ملت میخواد در واقع برآورده کنه و نتیجتاً باید نتیجه گرفت که نشست مسکو بیشتر بر اساس منافع شخصی مطرح میشه. حداقل ارزیابیتان از نشست گذشته مسکو هم یک چنین چیزی بود که حالا فکر میکنین نشست بعدی هم یک چنین چیزی خواهد باشه؟ خب طبیعتا وقتی شما سیاست خارجی روسیه رو میبینین، سیاست خارجی روسیه در چند ده سال گذشته حداقل اگر بحث کنیم، سیاست خارجی روسیه اساسش بر این مبنا در خصوص افغانستان شکل میگیره که چطور میتونه امنیت آسیای مرکزی رو حفظ کنه و در واقع گروه‌های افراطی از طریق افغانستان ترانزیت نشن به آسیای مرکزی که منافع روسیه رو تهدید میکنه. حال در این اثنا میشه گفت که روسا به این نتیجه رسیدن که کارکرد خود طالبان برایشان کم هزینه تر و زودتر به نتیجه مشخص میرسن تا که خواست باشن خود دولت کار کنن، که طبیعتاً این دیدگاه متأثر از تضاد کلان است که روسا در چند سال اخیر خود ایالات متحده آمریکا در سطح مناطق مثل شرق میانه، آسیای مرکزی و نهایتاً افغانستان پیدا کردن. و این نشست در واقع در جنب او سیاست خارجی میشونه قابل تبیین باشه. نشست قبلی هم که برگزار شد در همین جد از طرف روسا برگزار شده، حالی که گروهای از افغانستان اشتراک میکنند، من باورم بر اینست که باید این دیدگاه شکل بگیره کسانی که اشتراک میکنند که در یک چارچوب دراز مدت و استراتژیک نسبت به افغانستان در مذاکره که خودی طالبان صورت میگیره مباحث به پیش بره. اگر منافع کوتاه مدت و سهم شدن در قدرت صرفا مطرح باشه، من فکر میکنم که هیچ کس نمیتونه برنده چنین نشست هایی باشه و بیشترین ضربه به خود ملت افغانستان میخوره. در مورد طالبان یاد کردین، طالبان چند دسته نیستن به دلیل این که طالبان یک طرف میرن مسکو منشینن و طرف دیگر در قطر با امریکایی ها و همین نگاه های متفاوت طالبان به آدرس های متفاوت مثلا امریکا و روسیه بازی صلح افغانستان را بیشتر پیچیده نمیسازه؟ خب وقتی طالبان به ایسی یک گروه در نظر میگیریم، گروهی که در چند سال اخیر در سیاست و مسائل امنیتی افغانستان نقش داشته، بیشتر شما دیدگاه های پاکستان در خصوص افغانستان در ذهنتان متبادر میشه یا آنچه که پاکستان نسبت به افغانستان استراتژیش هست در واقع در رفتار از اینا بیشتر دیده میشه. و در مسئله صلح در افغانستان هم طبیعتاً
این دیدگاه ها و نگاه استراتژیک پاکستان دخیل است. متاسفانه چنین امر ضربه میزنه به مسئله صلح در افغانستان. اگر افغان ها به عنوان کسانی که از یک جامعه و یک ملت هستند به رسیدن به صلح کار سختی به نظر می نیست، منافع مشترک وقتی که تعریف شوه یا بحث سر منافع صورت بگیره به شکل یک ملت واحد، تمام ملت ها از چنین تجربه برخوردار هستند که به نتیجه مشخص رسیدند. ولی وقتی که دیدگاه خارجی داشت مطرح میشه یا منافع خارجی در مسئله صلح افغانستان مطرح میشه، طبیعتاً رسیدن به صلح که یک اجماع نظر ملی شکل بگیره کار سخت و دشواری است. شما شاید هم آگاه باشین که فردا مشاور امنیت ملی افغانستان بار دیگر میره به پاکستان و روی مسئله صلح و روابط استراتژیک دو کشور بحث خواهد کردن. چقدر فکر میکنین هنوز مراجعه به پاکستان خوب است؟ پاکستان یک کشور تاثیرگذار بر گروه طالبان است، بر گروه تروریستی که در سطح منطقه هستند و به عنوان یک ابزار همواره از این استفاده کرده است. موضوع صلح در افغانستان هم که مطرح میشه، پاکستان میشه گفت بیشترین کشور تاثیرگذار است در این مسئله. اما نکته اساسی است که درک سیاست های پاکستان چطور از طرف ما شوه، که چطور ما سیاست پاکستان تحلیل میکنیم در خصوص خودمان. وقتی که منطقه بحران زده جنوب آسیا در نظر میگیریم که پاکستان هم بخشی از این منطقه بحران زده هست، در این فضای بحران زده میشه گفت بیشترین تاثیر ایالات متحده آمریکا داشته در 18 سال گذشته حداقل. اما اگر ایالات متحده آمریکا تصمیم بگیره که دیگه نخواهد این نقشه در آسیای جنوبی ایفا کنه، میشه گفت که تمام راه نهایتاً به پاکستان ختم میشه در خصوص صلح افغانستان. اما اگر این نقش کلان ایالات متحده آمریکا همچنان خواسته باشه ایفا کنه، طبیعتاً پالیسی که ما خود ایالات متحده آمریکا داریم، نگاهی که روس‌ها در سطح منطقه دارن، نزدیک کردن نگاه روسیه به ایالات متحده آمریکا در خصوص صلح در افغانستان، میتونه نقش بیشتر از پاکستان داشته باشه در شرایط حاضر. اما باید فراموش نکنیم که پاکستانی در واقع در 50-60 سال گذشته در مسئله قدرت در افغانستان، نفوذ در افغانستان کار بنیادین و استراتژیک کرده. در سیاست خارجی ما تونستیم پاکستان رو درست تحلیل و ارزیابی بکنیم و سیاستهایش رو بشناسیم یا نه؟ ببینید، بحث تحلیل و ارزیابی پاکستان یک مسئله است به باور من. بحث دیگه است که پاکستان تا چی میزان نفوذ داره در درون ساختار قدرت متاسفانه در افغانستان، یا از او شدیدتر در افکار ما پاکستان چی میزان نفوذ داره. یعنی پاکستان تا چی میزان میتونه افکار عامه در افغانستان کنترل کنه و این کنترل افکار عامه در جهت سیاست های استراتژیک پاکستان، یعنی کنترل پاکستان بر افکار عامه افغانستان بیشتر است و هنوز هم کنترل میکنه وضعیت را در افغانستان. افکار عامه فکر میکنه چنین اتفاق میفته به این خاطر که شما وقت خیلی از ارزش های جامعه ما بررسی میکنین، میبینین که خود منافع و نیازهای ما تطابق نداره یا برگرفته از یک بیرون از مرز افغانستان است. این چیز که سیاستمدار ما، استراتژیست ما و کسی که میخواد در افغانستان سیاست در سیاست نقش ایفا کنه، خود به خود متاثر از دیدگاه‌های پاکستان میشه. متاسفانه وقتی که یک کشور دچار فروپاشی بشه یا فیلد استیت شدن در او اتفاق بیفته که در 1980 به بعد در افغانستان شکل گرفته و حالا هرچی ما تلاش میکنیم که به او برسیم، تثبیت کنیم در واقع از این وضعیت خارج شویم، ما به اون نتیجه مثبت نمیرسیم. در طول 40 سال معارف ما، تحصیلات ما، ارزش‌هایی که برای جامعه ما بوده دچار یک نوع فروپاشی شده و در این فروپاشی میشه گفت که پاکستان نقش اصلی داشته و از طرف دیگه در ساختن آنچه که منافع پاکستان تامین کرده در افکار عامه تا حدود زیاد پاکستانی موفق بوده. آقای هاشمی، در مورد این که انوز بازی افغانستان بیشتر در دست آمریکایی هاست یا پاکستانی ها، میخوایم این گونه بپرسم که نگاه آمریکایی ها به پاکستان حالا چگونه است؟ انوز هم همون نگاه با عمق روابط استراتژیکی که در گذشته داشتن یا تغییر کردن و از اون روابط کاسته شده؟ ببینید، اگه سطح تحلیلتون جنوب آسیا باشه، بیس یک منطقه جنوب آسیا، در اون نگاه دراز مدت هند جایگاه داره، چه در ابعاد اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی، یعنی برتری به هند داده شده است. اما اگر صرفا در حوزه مبارزه با تروریست در افغانستان بحث کنیم، پاکستان نقش اصلی برای ایالات متحده آمریکا ایفا میکنه. شاید در ابتدای حضور ایالات متحده آمریکا این تصور برای بعضی از ما وجود داشت که افغانستان میتونه جایگاه ایفا کنه، ولی میشه گفت ما آنقدر اشتباهات استراتژیک در ارتباط با ایالات متحده آمریکا داشتیم که امروز نمیتونیم اون نقش ایفا کنیم. به زبان ساده‌تر اگه خواسته باشم به شما بگم، پاکستان تمام تلاشش این بود که با آمریکایی‌ها اثبات کنه که افغانستان نمیتونه شریک استراتژیک باشه و اشتباهاتی که در بحث دموکراسی ما داشتیم، خطاهایی که ما در حوزه انتخابات انجام میدیم، فجایعی که در افغانستان اتفاق میفته، تصمیم گیری غلطی که در بعضی از موارد در خصوص ارزش‌های فرهنگی ما مطرح میشه نسبت به خارجی‌ها و غربی‌ها،
تمام از اینا او جایگاه بیشتر در امر مبارزه با تروریسم به پاکستان داده است و طبیعتاً وقتی که این جایگاه پررنگ تر شد تصمیم گیره در مورد افغانستان بیشتر پاکستان میشه. ممنون حضورتان آقای هاشمی. در ادامه خبرها، تأکید معاون رئیس جمهور آمریکا بر گسترش حضور نظامی آمریکا در افغانستان و عراق. نزدیکی عضوهای مجلس به حل بن‌بست برای گزینش رئیس این مجلس. آمریکا حضور نظامی خود در افغانستان و عراق را گسترش می‌دهد. معاون رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که هزاران سرباز تازه نفس به این دو کشور فرستاده خواهد شد. مایک پنس که در جمع نظامیان تازه فارغ شده آمریکایی در آکادمی نظامی وست پوینت سخن می‌گوید، می‌گوید که برای رزمیدن و دفاع از منافع آمریکا در خارج از این کشور آماده باشند. طرح استقرار هزاران سرباز آمریکایی در افغانستان و عراق. امریکا اعلام کرده که هزاران سرباز تازه نفس در افغانستان و عراق جابجا می کند. معاون رئیس جمهور امریکا می گوید حضور نظامی امریکا در افغانستان و عراق گسترش بیشتر پیدا می کند. مایک پنس که در جمع نظامیان تازه فارغ شده امریکایی در اکادمی نظامی وست پوینت در نیویورک سخن می زد می گوید که شمار از نظامیان جوان و تازه فارغ شده به جمع هزاران سرباز امریکا در عراق و افغانستان خواهند پیوست. شماری از شما باید آمادگی این را داشته باشید که برای دفاع از منافع آمریکا در خارج از کشور مبارزه کنید. شما در جنگ بر ضد هراس افغانان در افغانستان و عراق خواهید رزمید. این اظهارات در حال مطرح می شود که طالبان پیوسته بر خروج نیروهای خارجی از افغانستان تاکید کرده و تقریبا همه 6 دور گفتگوها میان نمایندگان آمریکا و طالبان در دوحه نیز بر همین موضوع و قطع رابطه طالبان با گروه‌های هراس افغان به شمول القاعده متمرکز بوده است. با این حال پنس می گوید که آمریکا به صلح باور دارد، اما این پدیده با قدرت می تواند استقرار پیدا کند. آمریکا به صلح باور دارد، اما صلح با قدرت میتواند استقرار پیدا کند و این قدرت اکنون شما هستید. برخی از شما بر ضد هراس افغانان در افغانستان و عراق می جنگید، اما ما باور داریم که شما برای برنده شدن می جنگید. معاون رئیس جمهور آمریکا می گوید که آمریکا در جنگ بر ضد هراس افغانی شکست نمی خورد و نیروهای نظامی این کشور آماده دفاع از منافع آمریکا در هر گوشه از جهان است. جنرال ظاهر عظیمی آگاه نظامی هم اینجا در استودیو با من هستن و بیشتر در مورد تصمیم های تازه آمریکا در پیوند به منطقه مخصوصا افغانستان بیشتر صحبت خواهد کردیم. آقای عظیمی بسیار تشکر که وقت گذاشتین. چرا فکر میکنین که آمریکا باز میخواه نیروهای نظامیش را در افغانستان بیشتر کنه؟ آیا شدت تنش‌هایش در منطقه مخصوصا با ایران، یا اینکه هنوز هم افغانستان اولویت است برای آمریکا؟ منام خدا، سلام به شما، سلام همکارایتان و بیننده‌های نازنینتان. خب با توجه به رویدادهایی که در چند ماه اخیر مخصوصا یک سال اخیر رخ داده و نقطه نظرهایی که در ارتباط به نیروها و جنگ در افغانستان از جانب ایالات متحده آمریکا مطرح شده، تصور میشه که بیشتر بحث تنش‌های منطقه‌ای باشه، و خصوص که معاون رئیس جمهور ترامپ گفته که ما نیروهای خود در منطقه افزایش میدیم، در افغانستان و منطقه، و در کنار نام افغانستان نام منطقه هم آمده. هرچند یک کمی چیزی از آدم تعجب میکنه، به خاطر که موقعی که رئیس جمهور ترامپ به طرف ژاپن حرکت میکرد اجازه 1,500 نیرو را به چیز داد برای رفتن به سایه خلیج فارس، که از جمله 1,500 نفر 600 از نفر از اینا همون نوبتی های بودن از جمله افراد مسلکی، و 900 نفر هم یک تعدادی بودن که در بخش های اپراتیفی و کشفی و استخباراتی کار میکنن تا بتانن همو به اصطلاح پیشبینی های لازم و بخاطر عدم غافلگیری در یک جنگ بکنن. خود در اونجا همونطور که میفهمیم یک ناو کلان ایالات متحده آمریکا و نامارام اونجا هست، و 7 ناو جنگی دیگه هم در دیگه بنادری مثل بندر عمان، بندر امارات به امایی از یه هست، و همچنین سپر پاتریوت در ساحه هست. اما آنچه که اخبار نشان میده یک مقدار تنشات در این چند روز اخیر پایین آمده، و بیشتر تصور به اینه که حضور از این نیروها یک فشار هست در کنار فشارهای سیاسی و اقتصادی به خاطر
کشاندن جمهوری اسلامی ایران به میز مذاکره. با توجه به این فشارها، اما نگاه کلان این است که چه شد حرفای رئیس جمهور ترامپ در مورد این که نیروهایش را از افغانستان کاهش میده و حداقل نقطه میگذاره برای جنگ 18 ساله افغانستان و ختم میکنه این جنگ را؟ تصور میشه که این حرفا کلش میره به چهرهش عوض میکنه و هنوز امریکا فکر میکنه که افغانستان آدرس خوب است برای بازی های منطقه‌ایش. خب همونطور که پیشتر هم عرض کردم که برخلاف رخدادهایی که در اواخر مخصوصا یک سال اخیر رخ داده که بحث کشیدن نیم نیروها بود یک مرتبه مطرح شد، بحث به اصطلاح رئیس جمهور ترامپ در ابتدا در اول دوره ریاست جمهوری خود یک از وعدهایی بود که ما جنگ در منطقه ختم میکنم. یکی دیگه از جمله های رئیس جمهور ترامپ این است که قدرت های بزرگ نباید به جنگ های طولانی درگیر باشند. خب با در آستانه انتخابات بعدی ریاست جمهوری طبعا این بحث مطرح میشه که هم وعده های قبلی چی شد. به خاطر یک تلاش های بسیار جدی صورت گرفت که بشه بحث صلح زودتر مطرح بشه قبل از انتخابات ریاست جمهوری. اما یک بود دیگه هم قضیه داره، حاله باید بیشتر صبر کنین تا بیشتر جزئیات افشا بشه که آیا مذاکراتی که در دوحه بوده آیا به یک نقطه رسیده که نیاز پیدا شده که امریکا یک مقدار ظرفیت خود اینجا بالا ببره تا برای طرف های مقابل بگه که اگر به صلح شما موافق نباشین باز بحث جنگ ما به این وضعیت نمیگذارین، میکشین بالا که تا یک طرف شه. دیگه این بود قضیه بسیار ضعیفه، بود به نظر میاد که بود تنشای منطقی باشه. با توجه به بود داخل بود بیرونیش که شما بهش اشاره کردین، اما در بود داخلی هنوز افغانستان فکر میکردین که نیاز داره به حضور امریکا و مخصوصا حضور نظامیش و میتونه سودمند باشه برای آینده سیاسی افغانستان حضور نظامی امریکا یا نه؟ هرچند یک دیدگاه این است که زیاد هم امریکایی‌ها در چند سال اخیر که حضور داشتن تأثیر روی وضعیت کلان سیاسی در افغانستان نداشته. خب ما بین بعد بتر یک چیز انتخاب میبینیم. خوبش همی بود که هست که یک مقدار نیروی افغان تجهیز بشن از لحاظ تجهیزات، از لحاظ کمیت بره بالا. یک روز دیگه من میمیز خدمت شما عرض کردم که در فرمولی که برای امنیت کرلای در نظر گرفته شده بین 10 تا 20 نفر برای هر نفر چریکی که جنگ میکنه بیرون، چون فضا برای خیلی مساعده ضرورت هست. اگر ما محاسبه کنین 50,000 نیروی طرف مقابله که از چندین گروه دهشت افکن تشکیل شده مثل داعش، القاعده و و و و و طالبا، شما حداقل بین 500 تا 1 میلیون نیرو ضرورت دارین. اما این 354,000 هم یک قسمت زیاد کمبود اعمال در میلادی که ما و شما صحبت میکنیم. خب به این صورت که این تعداد نیرو کفایت وضعیت امنیتی فعلی را نمیکنه، با توجه به این که در حال حاضر امو طالب هم طالب سال گذشته نیست، سال حمایت روس داره، حمایت ایران داره، حمایت پاکستان داره، امو حمایت ها چی از نظر مالی، چی از نظر لوجستیکی، چی از نظر سیاسی اوریان شده. به این خاطر ضرورت داره تا یک مدت که سر پای خود استادیه. اما خوب همونه که اردوی افغانستان بتانه از توانه یه دیر داشته باشه که به گونه مستقل از توانه ای رفع چالش ها بر بیایه. اما وقتی که نمیتونه بیایه باز ما در شرایطی قرار میگیریم که میگیم ضرورت هست در حال حاضر به حمایت بیرونی که ایالات متحده امریکا یا ناتو هست. با این تحلیلتان پس شدت تنش های امریکا با ایران وضعیت در افغانستان را آشفته تر خواهد ساخت؟ خب تصور می نگاه می با توجه به رخدادهای و رویدادهایی که در منطقه است و می اخباری که اخیرا مطرح شده است که جنگ اتفاق نخواهد افتاد، بیشتر بحث تهدید و فشاره. اما اگر البته نمیشه پیش بینی که جنگ نواد، اگر یک حادثی که باعث بشه نیروهای آمریکایی یا متحدین آمریکایی یا منافع آمریکا در منطقه به یک شکل گسترده‌تر از چتشه تهدید بشه، طبعا یک جنگ رخ میده. و اگر این جنگ رخ بده قطعا در بین ایران و آمریکا چیز نمیشه، مدود نمیشه. متحدین ایران در سوریه، در لبنان، در عراق، در فلسطین جنگ میکشانند به سطح منطقه. بیشتر تمرکز ایران از لحاظ نظامی روی سلاح راکتیه، به خصوص راکتای میان برده از اینا. این موشک ها میتونه منطقه را تهدید کنه، میدان های هوایی ساحر دیگه. وقتی جنگ است دیگه. به این خاطر
خب جایی که منافع آمریکا یا حضور آمریکا یا از مثل کویت افغانستان اینا بدون تاثیر نمیمونه. با جنگ یک چیزی هست مثل که یک عضو بدن به منطقه که اتفاق میفته که مثل یک عضو بدنه، یک عضو بدن که درد بیاید یا آسیب ببینه تمام بدن به یک شکل از اشکال متضرر میشه. این جنگ یعنی جنگ عراق نیست که به سرعت پایان بیابه. ایران از نظر وسعت جغرافیایی، از لحاظ تعداد جمعیت، از لحاظ امکانات ایدئولوژیکی که دارن جنگ بسیار وقت میشه. عمودی دوم چه نقل قول ما میشه میکنم که یک نقل قول از پدریوس که یک از بهترین نظامیان آمریکاست که این جنگ عراق نیست و بسیار جنگ خطرناکی خواهد بود، و یک نقل قول از وزیر خارجه عمان میکنم به شما که جنگ پایانش معلوم نیست، بحث بودن و نبودن است. آقای عظیمی، تا حالا نشانه ها همین است که نمیرن به طرف جنگ این دو. دقیقاً نمیست. بله بله. و احتمال جنگ بسیار دورم است. بسیار دورم است، اما بسیار حساس هم است. میتونه یک گروه خرابکاری که میخواه جنگ، چون نیجی ما چندین گروه جنگ طلب دارن. اسرائیل موافق جنگ است، عربستان سعودی موافق جنگ است، بلکن مشاور امنیت ملی موافق جنگ است، پومپیو موافق جنگ است. ما گروه های جنگ طلب هم در درون زیاد دارن. اگر اینا یک حادثه ایجاد کنن که امی کنترل از دست دو طرف خارج شه، با وقت بسیار خطرناک. در صورت جنگ آسیب پذیری بیشتر کدام طرف است؟ خب طبعا که امریکا یک کشور قدرتمند دنیای از لحاظ نظامی، آسیبای فراوانی به جمهوری اسلامی ایران خواهد در زیر بنا و ایران خواهد کرد، بمباران خواهد کرد، راکت خواهد زد، موشکای کروز و غیره استفاده خواهد کرد. اما جنگ فرسایشی خواهد شد و به سطح منطقه کشیده میشه. و طرفدارای ایران شما خواهد دیدین که بازاران موشک وقت جنگ آغاز شه و کشورهای مختلف فرود میاد در جناهای مختلف. سپاسگزار حضورتان آقای عظیمی. کسانی که در برابر نظام افغانستان می جنگن خوارج هستند و نباید در برابر آنان رحم صورت گیرد. یاسین ضیا معاون نخست وزارت دفاع ملی میگوید که جنگ نظامیان کشور بر حق است و دشمنان مردم افغانستان باید سرکوب شوند. به گفته آقای ضیا پس از این جنگ از پشت میز دفتر نه بل از خط نبرد رهبری خواهد شد. همزمان در حمله دیشب طالبان بر پاسگاه های نیروهای امنیتی در ولایت سرپل 4 تن جان باخته و 22 سرباز زخمی شدند. 2700 سرباز تازه نفس که پس از فراگیری آموزش‌های نظامی اکنون برای نبرد با مخالفان مسلح آماده می‌شوند. رویارویی در برابر گروه‌هایی که خوارج خوانده می‌شود. کسایی که در برابر نظام اسلامی می‌جنگند باقی هستند، مبهدم هستند. اینا خوارج هستند و در برابر از یا رحم کردن، ظلم کردن در برابر خودتان است. همزمان آقای ضیا بر تغییر در مدیریت و رهبری میدانهای نبرد سخن میزند. میگوید مدیریت جنگ را از پشت میز و دفتر به خط نخست نبرد میکشاند. همزمان رئیس ستاد ارتش که برای بررسی وضعیت امنیتی به ولایت‌های شرقی رفته از هماهنگی کامل با مقام‌های محلی در برابر مخالفان مسلح سخن میزند. نمیشه که ما همیشه سوق اداره جنگ را از درون دفترها و از محلات بسیار دور رهبری کنیم. ما باید در کنار هم سنگرهای خود باشیم تا اینکه انشالله از اتحاد و اتفاق و از شما را از انرژیتان، از بزرگای اردوی ملی را از تجربهشان استفاده شود. الحمدلله که چیره دی دوی پلانونه دسته پلیکیگی نور و هم دی امنیت اگه دایره چی ده اگه توسط ورکول کیگی دی تشویش ورد خبره نشته. این سربازان نیز تأکید میکنند که تا آخرین قطره خونشان در برابر مخالفان مسلح نبرد خواهند کرد. تجاوز قصه و ابزلا خاک وطن وزن باید تا قطره خونمز بار جانمز بار باید دفاع قصه وطن وزن. ال دبل خپل ولست خاصت نه کو دفاع بکو خپل ولست به خدمت کو ان شاء الله شي. آمدیم تا از خاک خود، از ناموس خود دفاع کنیم و دشمنان افغانستان را شکست بدیم. همیشه شکست میخورن، شکست هم میدیم. هرچند وزارت دفاع ملی میگوید که حمله های بهاری طالبان به شکست مواجه شده، اما در حمله های دیشب طالبان بر پاسگاه های نیروهای امنیتی در ولایت سرپل 4 تن جان باخته و 22 سرباز دیگر زخمی شدند. در جریان درگیری ها 15 نفر از دشمن کشته شده، بیش از 20 نفر زخمی دارند. از نیروهای امنیتی ما هم 4 نفر ما شهید داریم و 22 نفر زخمی داریم. جنگ افغانستان هر روز پیچیده تر می شود. از یک طرف امید بر این است که روند گفتگوهای صلح نتیجه دهد و جنگ خاتمه یابد،
اما بیم احتمال نابسامانی های پس از توافق احتمالی صلح و تهدید گروه های دیگر هنوز از بین نرفته است. عضوهای مجلس نمایندگان به حل بنبست با وجود آمده برای گزینش رئیس این مجلس نزدیک شدند. میر رحمان رحمانی که از سوی رئیس موقت این مجلس برنده چوکی ریاست اعلام شده بود، در تالار عمومی از جنجال‌های چند روز پسین معذرت خواست. از سوی کمال ناصر اصولی که در انتخابات داخلی مجلس حریف آقای رحمانی بود، حل بنبست با وجود آمده را به عضوهای مجلس واگذار کرده است. بنبست کنوز پا بر جاست، اما گفته می شود به زودی شکسته خواهد شد. در روز پس از آغاز جنجال ها میر رحمان رحمانی از مدعیان چوکی ریاست مجلس نمایندگان که در انتخابات داخلی مجلس 123 رای به دست آورده بود، اینجا در تالار عمومی این مجلس از نمایندگان به خاطر جنجال های به وجود آمده عذرخواهی می کند. اما برخی معترضان پیروزی آقای رحمانی در پیوند به حل بنبست کنونی مجلس نمایندگان دیدگاه متفاوت دارند. برای حل بنبست با وجود آمده عضوهای مجلس روی میکانیزم رای گیری که سری باشد و یا عملنی بر سر یک رای باطل شده فردا تصمیم خواهند گرفت. این موضوع بسیار موضوع مهم است. نش خدای ناخواسته که بسیار تصمیم بگیریم، تصمیم عاجلانه باشه و پسان باید پشیمان شویم. این امید سبا کت خیر میایم گپ میزنیم روی مجلس ختم میکنیم. حال دیده شود با وجود شکلگیری خوشبینی ها در میان اعضای مجلس، آیا آنها فردا موفق به حل بنبست با وجود آمده خواهند شد و یا هم دور باطل همچنان تا روزها و یا شاید هم هفته ها ادامه می‌یابد؟ آقای مخدوم عبدالله محمدی عضو مجلس نمایندگان هم اینجا در استودیو با من هستند و در مورد تنش‌های مجلس و بنبست که در این چند روز وجود داره بیشتر بحث خواد کردیم. آقای محمدی بسیار تشکر که وقت گذاشتین. پرسش نخست من این است که واقعا نزدیک شدین برای حل بنبست پیش آمده در مجلس نمایندگان یا هنوز هم چالش پابرجاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه شما و بینندگان تلویزیون یک و شنواندگان و بینندگان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همچنان شما گفتین که چالشی که در مجلس تا یک هفته یا بیشتر از یک هفته ما در چالش بند ماندیم، امروز الحمدلله یک قدم ما پیش رفتیم، یک رای حلی تقریبا نسبتی برای مجلس نمایندگان برای حل مشکل رئیس مجلس برای فعلا یک راه حل امیدوار کننده هست. چی است این راه حل؟ چگونه به نتیجه می رسیم؟ راه حل ای هست که اگر چند شما معلومات دارین، مشکلاتی که در مجلس پیش آمد از نگاه اصول و قانون اساسی کدام مشکلی نیست. از نگاه اصول و اصول وظایف داخلی و قانون اساسی میر رحمان رحمانی به 50 جمعیک یادم برنده شده و به عنوان رئیس ولسی جرگه از طرف رئیس موقت گماشته شده که مصوبه هم به طرف حکومت روان شدن و هیچ کدام مشکل قانونی و اصولی نداره. اما چیزی که ما را به چالش انداختن او این هست که یک تعداد جمع قلیلی از نماینده های مجلس قبول ندارند، میگه که ما ایرا قبول نداریم و اونا هم به اصول و قانون استدلال میکنه، اما مادهش نامشخص است که نمیدانیم کدام ماده قانون و اصول باشه. اما امروز گذشتی که در بین نماینده ها اینا یک سلسله گذشت و از خود
خود گذری را نشان دادن. ما به یک جایی رسیدیم که برای فردا انشاءالله امیدوار هستیم که سری امو یک رایی که از طرف رئیس موقت مجلس باطل شده بود، او یک رای به رای بگذاریم. آیا نماینده های مردم ابراز نظر بکنه که این یک رای قابل قبول هست یا نه؟ تقریبا مشکلات جمع شده آمده سر یک برگه رای. حالا اگر امین رای مشکلش حل شود، در این صورت فردا چه کسی رئیس مجلس اعلام خواهد شد؟ آقای رحمانی؟ معلوم دار است آقای رحمانی به عنوان رئیس گماشته شده و امین رای اگر مشکلش حل شود به عنوان رئیس مجلس آقای رحمانی گماشته میشه. و اگر چندی اگر ما 244 ما نصاب بگیریم، آقای رحمانی به غیر رای هم برنده هست. اگر 247 ما نصاب بگیریم، ما ضرورت به یک رای دیگه داریم. به 247 به یک رای دیگه ضرورت است که او رای باطل شده بود، که امیر رای جنجالی هم امیر رای باطل شده هست. در صورتی که این رای از طرف نماینده های مجلس قابل قبول باشه و این رای باطل نباشه و پس حساب کرده شود، ما به 247 که نصاب مجلس بگیریم، آقای رحمانی برنده محسوب می شود. حداقل امروز آقای اصولی در حرفایش همی جنجال را و همی محل بنبست را واگذار کرد به سایر اعضای مجلس و گفت که خودش زیاد به عنوان یک فرد مداخله نمی کنه در این مسئله. کسانی که واگذار کرد، دیدگاه اونا در مورد ریاست مجلس چی است و فردا اونا چه تصمیم خواهد گرفتن؟ اونا هم در مجلس حضور داشتن. آقای میررحمان رحمانی آمدن در مجلس صحبت کردن امرای نماینده ها و از نماینده ها تقاضای ازی را کردن که ما یک اندازه خونسرد باشیم در رابطه به مشکلاتی که در مجلس پیش آمده و شما هم استدلال خود میکنین، ما هم استدلال خود میکنیم. ما باید به یک فضای آرام بحث حقوقی و قانونی منطقی داشته باشیم. و آقای رحمان رحمانی هم گفتن که اگر در صورتی که مطابق به اصول ما کامیاب نباشیم، ما از همین سمت تیر میشیم. در صورتی که کامیاب باشیم، ما کلی ما به اصول پابند هستیم، به اصول پابند هستیم، از قانون حمایت میکنیم، مطابق با قانون باید استدلال بکنیم. اما چون که در اینجا چند دوستایی که از داخل شورا برخواسته بودن، اونا تصمیم گرفتن که ما این مزله و این مشکل حل میکنیم، اونا میانجیگری کردن. بالاخره به این نتیجه ما رسیدیم که سر یک رایی که برای فعلا منازعه است، سر ازی تصمیم گرفته شوه. آیا قبلا هم سر ازی تصمیم ما گرفته شده بودن، اما مشکلی که ما داشتیم او ای بود که اونا می گفتن که این رای به رای سری گماشته شوه تا که سرنوشتش معلوم شوه. آلی برای فعلا ای را به مجلس نماینده ها محول کردن. سیری بودن و علنی بودنش مربوط به مجلس است. سبا بخیر سری ازی رای گیری میشه. اگر طرف سری رفت یا علنی رفت، تصمیم انشاءالله گرفته میشه و مشکل حل میشه. شما به عنوان یک عضو مجلس نمایندگان بگوین، مجلسی که خودش چالش خود را حل نمیتونه، یعنی 9 روز است یا 8 روز شما درگیر کار انتخاب رئیس هستین، چطور بتونه بر ملت افغانستان خدمت بکنه و این همه اختلاف وقت میان شما وجود داره، این فضای سیاسی در افغانستان را خیلی آشفته میسازه؟ خب این مشکلات ها در هر جا است. ما استناد به یک شعری از شاعر میکنیم، میگه چاره سازان در علاج کار خود بیچاره اند. ما مو رقم شدیم، ما قانون ساز هستیم، اما در علاج کار خود برای فعلا بیچاره شدیم و تقریبا 8 روز میشه که ما به این مشکل برخوردیم و بند ماندیم. اما در تعبیر قانون دوستای ما دیگه تعبیر میکنن و ما از قانون دیگه تعبیر میکنیم، چون که در اختلافات در تعبیر قانون است، در قانون مشکل نیست، در تعبیر قانون اختلافات است. سریع بند ماندیم، انشالله به زودترین وقت خواهد این مشکل حل شد. ممنون حضورتان آقای محمدی. در قبر سبیح‌الله ریحان، عالم دین و مفتی کشور، دو انفجار صورت گرفت. سخنگوی والی ننگرهار میگوید که در مزار سبیح‌الله ریحان در ولسوالی
بهسود ننگرهار دو انفجار پیهم صورت گرفته است. آقای ریحان یکی از عالمان دین کشور بود که جمعه گذشته در پی انفجار در منبر مسجد تقوا در کابل جان باخت. او یکی از مخالفان سرسخت جنگ در افغانستان بود و همواره جنگ در افغانستان را ناروا خوانده و همواره نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را در نبرد جاری کشور برحق دانست. در این حال روز گذشته نیز شبیر احمد کاموال، عالم دین و رئیس پیشین اتحادیه وکلای مدافع شهر کابل ترور شد. در بهسود ولسوالی په بربوتاتو کې هغه مقبره کې نږدې 14 شوي دي چې مولوی صاحب ریحان پکې دفن شوی دی. د 14 له امله چاته زیان نه دی وخت. کار ساخت بند برق پارنده ولایت پنجشیر در 12 سال گذشته 3 بار یا قرارداد شده و یا قرارداد آن تعدیل شده است. کمیسیون تدارکات ملی به تازگی تعدیل قرارداد این بند برق را با یک شرکت اوکراینی منظور کرده است که بر بنیاد آن توربین های این بند را در هماهنگی با وزارت انرژی و آب خریداری کند. اداره تدارکات ملی میگوید که رئیس جمهور دستور داده است که تمامی شرکت ها و کارمندان دولتی که در قراردادهای پیشین بند برق پارنده سهل‌انگاری کردند به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند. 12 سال پیش برای بار نخست بند برق پارنده در ولایت پنجشیر با یک شرکت روسی به نام نورمان قرارداد شد. این شرکت پس از خریداری دو توربین این بند و با پیشبرد 36% کاربند فرار کرد. در سال 1392 بار دوم شرکت اوکراینی پیشبرد کار بند برق پارنده را به عهده گرفت و تثبیت کرد که توربین های خریداری شده از سوی شرکت روسی توانایی 4 مگاوات برق را ندارند. پس از آن مشکلات حقوقی میان شرکت و وزارت انرژی و آب کار ساخت بند را به تأخیر انداخت. کمیسیون تدارکات ملی دیروز برای بار سوم قرارداد این بند را با تعدیل به شرکت اوکراینی واگذار کرد. انتظار می رود این شرکت دو توربین جدید با هزینه 1,900,000 دلار خریداری و نصب کند. اداره تدارکات ملی می گوید که تمامی کارمندان و شرکت هایی که در پیوند به این بند برق سهل‌انگاری کرده به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. شرکت روسی و همچنان کسایی که در این پروژه دخیل بودند اینا مطابق هدایت کمیسیون تدارکات ملی و رئیس جمهور به نهادهای عدلی و قضایی معرفی میشن به خاطر پیگیری همون جرم را که اینا انجام دادن. وزارت انرژی و آب میگوید همچنان مشکل استملاک زمینهای مردم و مشکل حقوقی با شرکت اوکراینی کار ساخت این پروژه را به تأخیر انداخته است. وزارت پیشنهاد خود مطرح کرد در کمیسیون تدارکات ملی و روز گذشته شما شاهد منظوری از او بودین که از طریق خود کمیسیون تدارکات ملی او منظور شد و انشالله که کار عملی از او پس دوباره آغاز میشه. بند برق پارنده ظرفیت تولید 4 مگاوات برق را دارد که با ساخت آن نزدیک به 6000 خانواده در ولایت پنجشیر از برق دوامدار بهره‌مند خواهند شد. در کنار این بند شمار از بندهای آبگردان به ویژه بند برق مچلغو برای چندین بار قرارداد شده و شرکت ها نتوانستند کار آن را به پایان برسانند. در ادامه آمریکا دنبال جنگ افزار هسته‌ای ایران، نه تغییر رژیم. رئیس جمهور آمریکا میگوید که دنبال تغییر رژیم در ایران نیست. دونالد ترامپ که در یک سفر 4 روزه به ژاپن رفته میگوید که هدف آمریکا جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ افزارهای هسته‌ای است. به گفته دونالد ترامپ، نخست وزیر ژاپن با او اطمینان داده است که رهبران ایران آماده مذاکره هستند. او یک بار دیگر تاکید میکند که آمریکا آماده مذاکره با ایران است. ایران تا اکنون گفتگو با آمریکا را رد کرده است. خبر و تحلیل از یک همین قد بود. ممنون از این که با یک استیج شب بر همه شما خوش. خدا نگهدار.